شهر پارادایز در ایالت کالیفرنیا در آتش‌سوزی‌های طبیعی هفته‌های اخیر تقریباً با خاکستر یکسان شد. 88 نفر در آتش‌سوزی موسوم به کمپ فایر جان خود را از دست دادند و هنوز از سرنوشت 150 نفر اطلاعی در دست نیست. مایک سالیوان، همکار صدای آمریکا، در گزارشی از برنامه و تلاش نجات یافتگان برای بازسازی پارادایز خبر می‌دهد. پارادایس شهری با جمعیت بیش از 26 هزار نفر اکنون به یک منطقه جنگ زده میماند. ساکنانی که خانه هایشان را از دست داده و اکنون در واحد های مسکونی موقت یا چادرهای صلیب سرخ زندگی می کنند به تدریج به عمق فاجعه پی می برند. من اهل لوئیزیانا و تگزاس هستم. طوفان دریایی و گردباد زیاد دیدم، اما نه مثل این. این خیلی بدتره. گستره ویرانی مقام های واشنگتن را که اخیراً از این منطقه دیدن کردند حیرت زده کرد. این آتش سوزی من حاضر نیستم ببینم کسی چنین چیزی را تجربه کند. این غیر قابل قبول است. کسانی که خانه یا عزیزشان را در آتش سوزی از دست دادند هنوز در زیر بار اندوه به سر میبرند. دیو برلنز جنگلبانی است که خود خانه‌اش را از دست نداده، اما خانه خیلی از همسایگانش در آتش سوخته. چه کار خواهند کرد؟ معلوم نیست. فکر می‌کنم در هفته‌های پیش رو معلوم بشود، اما به نظرم اونهایی که دلشون در اینجاست خواهند موند. بعضی اما می‌گویند به مکان امن‌تری خواهند رفت. یه همچین اتفاقی دوباره در یه جای دیگه تو کالیفرنیا میفته، همونطور که در اورگان هم خواهد افتاد. مناطق کوهستانی را باید برای زندگی امن کرد. شاید با علف‌زدایی، ساختن خانه‌های مقاوم در برابر آتش‌سوزی و آمادگی بهتر برای چنین فجایعی.